فهمیدم. گفتم جلوت من فهمیدم تو چی گفتی. نه من با سوسیالیست و اینا مشکل ندارم. خندید. یعنی کشورهای عربی چپ سوسیالیست بودن، روشون بود اشتراکیه به عربی میشه. پس صدام حسین وقتی میاد یک سری از نیروهای مسلح چریک و مجاهد خلق و اینا رو تقویت میکنه، زمان محمد رضا شاه هواپیما دزدیدن بردن اونجا و و و و غیره، و یا نیروهای حتی فلسطینی از کانال فلسطینی هم میرفتن اونجا آموزش نظامی میدیدن و فلان، اینا همه زیر پوشش اتحاد جماهیر شوروی بود روسیه. ولی عراق جایگاه مهمی بود، حتی قوی تر از سوریه، حتی قوی تر، چون در سوریه حافظ اسد علوی بود، حتی اومد با شاه هم ملاقات کرد، امام موسی صدر اومد با شاه ملاقات کرد، رهبر چریکای لبنان بود که از شاه هم پول گرفت. ولی صدام حسین، میشل افلق و اینها، اسمش حسین بود ولی اینها خونی با نظام پادشاهی درگیر بودن. به همین دلیل سقوط نظام پادشاهی رو اینا برنامه‌ریزی کرده بودن دیگه. اونقدر برنامه رفتیم گفتیم، شما هم خودتون خبر دارین، اصلا چم در آوردیم که وقتی که 5 سال قبل از انقلاب سیاه پادشاه میگه که دیگه نفت مفتکی به این غربی‌ها نمیدیم و فلان، اینا پل ارتمن که رفیق جورج سوروس هست بود است و اینا، میاد تو زندان سوئیس بانکدار بزرگ پروژه سرنگونی ایران رو می‌نویسه، اسمش هم میذاره کراش 79، سقوط 57. این کتاب رو اینقدر معرفی کردیم به شما، هنوز هم پروژه داره کار. خب اینا برای که میخوان شاه رو سرنگون کنن، از 5 سال قبلم برنامه‌اش ریخته شده، حالا 7 سال 10 سال قبل، بعد اینجا خودشون در غرب مشکل نفت دارن، وضعشون خراب شده، برین مصاحبه‌های پادشاه رو گوش کنید تا آگاه بشید. خب اینا برنامه ریزی میکنن، بیزنس پلان می‌نویسن، برنامه ریزی میکنن. برنامه ریزیشون اینه که توی ایران نفوذ کنن. برای نفوذ در ایران، حزب بعث در عراق چندین ساله که هست، همه این نسلی که اونجا هست و اصیل شیعه و اسلام بازی اینا اصلا نبود در حکومت های اتحاد جماهیر شوروی، چه اونایی که تو خودش بودن، چه اونایی که بیرون بودن مثل لیبی و قذافی و عراق، اصلا اسلامی خبر نبود. همه حزب بعث و هر کسی